بیننده های تلویزیون امروز سلام بر شما. در چند روز گذشته خبرهای ضد نقیض از طریق بعضی از رسانه ها و خصوص روزنامه 8 صبح در مورد غاصبین زمین پخش شد. مصاحبه کنونی ما با معاون لوی سارنولی جمهوری اسلامی افغانستان در امور نظارت با جناب آقای رحمت الله نظری تهیه دیدیم که توجه شما را به آن جلب می دارم. تشکر از اینکه به ما وقت دادین جناب آقای نظری. سوال اولی ما در مورد غاصبین زمینه که از طریق بعض رسانه ها پخش شد، بالخصوص روزنامه 8 صبح. تا چی حد مورد پذیرش لوی سارنولی است این گزارش ها؟ تشکر. این گزارش که از آدرس مشاوریت ساختمانی ریاست جمهوری نشر شده به این روزنامه، این باید به تحلیل و تجزیه گرفته شود. یک قسمت از این مورد تایید ما هست، یک قسمت از این ما با اون موافق نیستیم و مورد تایید ما نیست. طور مثال اینا در گزارش مقدار زمین غصب شده را در تمام افغانستان 2 میلیون جریب گفته، در حالی که احصایه های قبلی که پیش ما موجود بود از وزارت زراعت در حدود بیشتر از 4 میلیون جریب زمین بوده. این باید تصحیح شود که کدام رقم درست است یا نیست. در قسمت دوم که اینا از غاصبین تعدادش 15831 نفر گفتن، ولی ما فکر میکنیم که بسیار زیاد است نسبت به این رقم در تمام افغانستان، با این شما موافق نیستیم. در قسمت دیگه که اینا گفتن که دادگاه ها و سارنولی ها و وزارت داخله و ریاست امنیت ملی و وزارت دفاع و اعضای شورای ملی و ریاست قضایای دولت و شوروالی ها تشویق کنندگان غاصبین زمین هستند. در قسمت ادارات دیگه خود من چیز گفتن نمیتونم، مکالمه کردن نمیتونم. در قسمت اداره خود میگم که من با این گزارش بالکل موافق نیستم، میره رد هم میکنم. سارنولی نه تنها که تشویق نکرده غاصبین زمین، بلکه غاصبین زمین هر کدامشان که در دستشان رسیده مورد پیگرد قانونی قرار داده که تا در ارتباط ما هزارها دوسیه را به محکمه حالا کرده. قسمت بعدی از این گزارش که اینا نام بردن از اقشار مختلف جامعه ما که زمینه که غصب کردن، که فرماندهان مسلح، از زورمندان، از ماموران، از اعضای کابینه، از منصبداران، از پولداران، از متنفذین قومی هست و نمایندگی های تجارتی است، رهنمای معاملات است، افراد عادی است، این را متعید میکنم، چرا که جامعه افغانستان مردم ما از این افراد متشکل است، یا مامور است، یا جوالی است، یا دکاندار است، یا وزیر است، یا معین است، یک چیز خامخواه است. میایم سر قسمت آخری از اینا، از چند نفر نام گرفتن در اینجا که از جمله 4 نفر وکلای پارلمان است. در قسمت یک نفر از این دمی لست ما این را تایید میکنم که شما سابقه داره در قسمت غصب زمین که مجازات هم شده، ولی در قسمت 3 نفر دیگر که آقای سید حسین انوری هست، آقای نجیب الله کابولی هست و آقای مولوی ترخیل هست، پیش ما تا الهال سابقه در رابطه به غصب زمین پیش سارنولی موجود نبوده، نه ادعای از طرف اشخاص و افراد عادی و نه از کدام ادارت دولتی. اینا کسایی هستند که نو در این لست اضافه شدن. این ایجاب ازیره میکنه که بررسی شود این قضایا و اسناد از یاد دیده شود، در نتیجه بررسی معلوم خواهد شد که آیا این زمینه که در دسترس از یاد ایره غصب کردن یا ملکیت قانونی شود. خب جناب آقای نظری، از الحاج نجیب الله کابولی نام گرفتین، روزنامه 8 صبح بخصوص در مورد جناب نجیب الله کابولی رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان مطلب نوشتن و اینا را یکی از غاصبین زمین معرفی کردن، چون موقف شما هم نظارت است فکر میکنم، تا چی حد میپذیرین این موضوع را و تا چی حد این گزارش روزنامه 8 صبح مطابقت داره با شخصیت جناب الحاج نجیب الله کابولی؟ ما پیشتر هم عرض کردم که آقای نجیب الله کابولی، نه تنها آقای نجیب الله کابولی بلکه 2 نفر دیگر هم که نام گرفتیم، پیش ما سابقه در ارتباط غصب زمین نداره و حتی ادعای از اشخاص و افراد انفرادی و یا ادارات دولتی هم در مورد از یا وجود نداشت. این کسایی هست که نو در این لست شامل شده. ای که چی اسناد پیش مثلا مشاوریت ساختمانی ریاست جمهوری موجود است و یا امی کمیسیونی که تحت ریاست وزیر صاحب زراعت کار میکنه در قسمت غصب زمین پیش از او موجود است، این قضایا باید بررسی شود. بعد از بررسی ما این را میتونیم که آیا این زمین ها غصب شده و یا ملکیت قانونی یک شخص است که او باز میتونه در ملکیت شخصی خود هر نوع تصرف مالکانه داشته باشه.
خلاصه ای که این افراد پیش ما تا الحاد سابقه در رابطه به غصب زمین دولتی نداشته، کدام دوسیه نداشته و کدام ادعای هم در واردشان موجود هست. یعنی به این منظور که ادعای که بالای نجیب الله کابولی شده، شما از آدرس لوی سارمولی رد میکنین گزارشات؟ بله پیش ما سابقه نداره و ما هم تصمیم گرفتیم که امی اخبار به اداره عالی مبارزه با فساد بفرستیم و اونا بررسی بکنن اگر کدام گپی برامد باز برمانه. بسیار زیاد تشکر از اینکه با ما وقت دادین جناب آقای نظری. لطف کردید.